کودتای نوژه و عملیات شاهرخی. در گذشته نباید زیست، اما به گذشته باید نگریست. به قول ویلیام شکسپیر در نمایش نامه طوفان، گذشته پیش درآمد اکنون است. خانم ها و آقایان محترم، سلام بر شما. این بحث اشاره کوتاهی است به عملیات نقاب که بعدها به نام کودتای نوژه معروف شد. در آغاز به دو نکته اشاره می کنم. یک، شرح وقایع (explanation) توصیف و تشریح با توجیه و داوری با justification یکی نیست. دو، نیت من ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی است، نه موضع گیری له یا علیه جریان و فردی. با ادب و فروتنی یادآور می شوم که در بند تصویر دیگران از خودم نبوده، به دنبال تأیید عمومی برای طرز تفکر خیش نیستم. عملیات نقاب صورت کوتاه شده نیروی قیام کننده ایران بزرگ که بعدها به نام عملیات شاهرخی و کودتای نوژه بر سر زبانها افتاد، اساساً و نه مطلقاً، اساساً عمدتاً حرکتی نظامی بود که سال 59 توسط شماری از افسران ارتش شاهنشاهی ایران، نه کل ارتش، و با تمرکز افسران نیروی هوایی با فرماندهی سپهبد سید سعید مهدیون و سرتیپ آیت محققی تحریزی شده بود. ایشان را نباید با سپهبد احمد علی محققی، آخرین فرمانده ژاندارمری کل کشور شاهنشاهی، اشتباه گرفت. گفته می شود در عملیات شاهرخی غیر نظامیان هم در لرستان، بختیاری و از بلوچ‌ها و عشایر و مناطقی که من اطلاع ندارم، آنها هم نقش داشتند. گفته میشه که شماری از فرماندهان لشکر 77 زرهی مشهد، لشکر قزوین، لشکر 92 زرهی اهواز و تیپ زرهی خاش، شماری از فرماندهانش قرار بوده همراه عملیات شاهرخی کودتای نوژه باشند. این اون چیزیست که من شنیدم. همون ایام روزنامه ها نوشتند جمعی از افسران ارتش ایران در قالب گروهی تحت رهبری آخرین نخست وزیر قبل از انقلاب با برنامه قبلی قصد داشتند نظام جمهوری اسلامی را ساقط کنند. کودتاچیان می‌خواستند محل سکونت آیت الله خمینی را بمباران کنند، ساختمان مجلس
و مراکز رادیو و تلویزیون را بگیرند و شماری از مسئولان جمهوری اسلامی بازداشت شوند. سپس قرار بود دکتر شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر موقت معرفی شود. سرگرد محمد نوژه خلبان نیروی هوایی ایران بود که پیشتر هواپیمایش در کردستان توسط مخالفان حکومت مورد اصابت قرار گرفته و جان باخته بود. به این خاطر نام پایگاه هوایی شاهرخی که بعد از انقلاب حر نامگذاری شده بود به پایگاه هوایی نوژه تغییر نام یافت. مرکز فرماندهی کودتا در نزدیکی شهر کبودراهنگ در استان همدان بود. در پایگاه هوایی شاهرخی حر عملیات مزبور در 18 تیر ماه 1359 9 ژوئیه 1980 با دستگیری و کشته شدن تعدادی از عوامل اون فاش شد. صحبت از پایگاه شاهرخی شد. در این پایگاه هواپیماهای جنگنده F4 و فانتوم 2 نگهداری میشه. در 60 کیلومتری شمال شهر همدان واقع شده. تسهیلات پروازی پایگاه مزبور اینطور که شنیدم به صورت 24 ساعته و در هر نوع شرایط جوی میتونه عملیاتی باشه و 70 تا 80 هواپیمای تاکتیکی رو در خودش جای بده. این پایگاه، پایگاه سوم شکاری، پایگاه شاهرخی، ظرفیت‌های قابل توجهی برای انبار کردن مهمات و سوخت داره. در ارتفاع 1710 متری از سطح دریا قرار داره و این ارتفاع باعث افزایش مصرف سوخت جنگنده ها میشه. پایگاه شاهرخی دارای پناهگاه های چارقلوی بوتونیس که آشیانه فانتوم های نیروی هوایی ایران هستند. برج مراقبت داره، باندهاش پهنای لازم برای پرواز بمب‌افکن‌های دوربرد پهن‌پیکر را دارند. اینا را از این جهت توضیح میدم که این همون پایگاهی است که در کودتای نوژه در عملیات شاهرخی استفاده شد. باندهاش پهنای لازم برای پرواز بمب‌افکن‌های دوربرد پهن‌پیکر را دارند. پایگاه نوژه شاهرخی دارای دو باند مجزای پرواز است که عرض هر کدام حدود 50 متر و طولشون یکی 3900 متر و دیگری 4300 متر است. در هنگامه عملیات پایگاه شاهرخی 8000 پرسنل داشته که همونجا هم استراحت میکردن، مسکنشون اونجا بود. اینکه چگونه مقامات ایران از جزئیات کلی این کودتا یا قیام عملیات آگاه شدند واقعش هنوز کاملا و دقیقا مشخص نیست. البته روایت های مختلفی از افشای کودتا وجود دارد. به گفته هاشم سباقیان قابل قبول ترین روایت آگاهی کاگبه سازمان اطلاعات شوروی سابق از برنامه ریزی برای انجام کودتا در ایران و مطلع شدن مقامات اطلاعاتی ایران توسط آنها بود. محمد علی عمویی از اعضای سازمان افسری حزب توده ایران معتقد است که حزب توده به قول ایشان اطلاعات ارزشمندی را به مسئولین کشور گزارش می‌داد. از جمله این اطلاعات طرح کودتای نوژه بود.
سید هادی خسروشاهی نماینده وقت آیت الله خمینی در وزارت ارشاد ملی طی گفتگویی ادعا کرد که نورالدین کیانوری طرح کودتا را به او اطلاع داده بود و وی این خبر را به احمد خمینی منتقل کرده است. محمد محمدی ری شهری حاکم شرع وقت دادگاه‌های انقلاب ارتش که محاکمه افسران دخیل در کودتا را عهده‌دار بود در کتاب خاطرات خود به ماجرای نوژه می‌پردازد. به گفته ری شهری نزدیک غروب آفتاب روز 17 تیر 1359 آقای سعید حجاریان که با کمیته اداره دوم ارتش همکاری داشت به دفترم آمد و هیجان زده گفت کار خصوصی دارم. ظاهراً چند نفر در دفتر بودند. به من نزدیک شد و گفت امشب قرار است کودتا بشود. البته رئیس شهری این را هم گفته است که نقطه عطف کشف این کودتا صحبت میان دو نفر در یک تاکسی بود که در پی اون شبکه‌ای به نام نقاب در تیپ 65 نوهد کشف می شود. به گفته رئیس شهری حدود 600 نفر در رابطه با این کودتا در سراسر ایران دستگیر شدند که 500 نفر از آنها از نیروهای نظامی بودند. به روایت سعید حجاریان 3 روز مانده به کودتا چند نفر از افسران خبر مربوط به اون را لو دادند. او همچنین در گفتگویی در برابر این پرسش که چه کسی خبر کودتا را به او داد گفت توده‌ای‌ها اطلاع داده بودند. توده‌ای ها فقط از یک بخش کودتا که شاخ سیاسیش بود البته اطلاع داشتند. اونها مثلا در یکی از زیر شاخه ها منبع داشتند و اخبار جلسات اونها را ارائه می دادن. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت روایت دیگری از لو رفتن کودتا به دست می دهد و معتقد است خودش به 2 روش به اطلاعات دست یافت. به گفته ایشان خیلی قبل از کودتا ذوالفقاری فرمانده وقت حفاظت در ریاست جمهوری یک شعاری را به خط شخصی به نام محمد مهدی حیدری شناسایی کرده بود. اطلاعات ارتش نامبرده را تحت تعقیب قرار داد و گردانندگان کودتا را شناسایی کرد. جواد فکوری فرمانده وقت نیروی هوایی مأمور شده بود تا از طریق نیروی هوایی پیگیر شود. دوم این که همسر یک خلبان یا یکی از افراد نیروی هوایی به مجلس رفته بود و به ابراهیم یزدی و علی خامنه‌ای گفته بود شوهرش در جلساتی شرکت می کند. اونها به او می گویند که به دفتر ریاست جمهوری برود. گویا اون خانم همون حرف را در دفتر رئیس جمهور هم زده بود. به گفته بنی صدر اطلاعات ارتش پیگیر ماجرا بود، اما اطلاعات سپاه نیز از طریقی که او اطلاع ندارد از موضوع کودتا با خبر شده بود. به نظر ایشان گروهی از اطلاعات سپاه هم با خود آیت الله خمینی در ارتباط بودند. محسن رضایی که در آن زمان مسئول اطلاعات سپاه بود ماجرای لو رفتن کودتا را در یادداشتی با عنوان کودتا و شیر مادر شرح داده است. اوایل تیر ماه سال 1359 در خیابان ایران به دیدار رهبر انقلاب علی خامنه‌ای که در آن زمان نماینده ی حضرت امام در ارتش بودند رفتم. به ایشان گفتم که اطلاعات ما رد و خط کودتا را در ارتش پیدا کرده است. کودتا قطعی است ولی زمان شروع و نقطه آغاز اون را هنوز کشف نکردیم. به نوشته محسن رضایی
پس از مدتی آقای خامنه‌ای به او تلفن زد و گفت خلبان اینجاست که مشابه حرف شما را میزند، سریع خودتون را برسانید منزل ما، ببینید موضوع چه قرار است. رفتم و با یک خلبان جوان روبرو شدم. همون چند جمله اول را که گفت فهمیدم حلقه گم شده برای ما پیدا شده است. خلبان هم به منزل آقای خامنه‌ای رفت و ماجرا را برای او بازگو کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نقل می کند که حدود یک ماه و نیم قبل از کودتا به ما اطلاع داده شد که عوامل بختیار در ایران و شبکه نظامی و تبلیغاتی بر سرعت فعالیت‌هایشان افزودند. او این مسئله را در شورای انقلاب طرح کرد و افزود معلوم شد که بنی صدر هم از کانال دیگری مطلع شده است. قرار شد که تحقیق کنیم. شورای انقلاب سپاه را مسئول کرد که به همراه نیروهای مخصوصی از ارتش این جریان را تعقیب کند. رفسنجانی اضافه می کند با دستگیری عده‌ای برنامه آنها به هم خورد. بنا به نوشته مارک جی گازویورسکی، استاد آمریکایی گروه علوم سیاسی دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، رهبران بازمانده نقاب با تحقیق در شکست کودتا دریافتند که دو نفر از افراد گروه بدون اجازه کمیته نقاب در ساعات اولیه شامگاه 18 تیر 1359 با بختیار و یکی از اعضای گروه در پاریس تلفنی تماس میگیرند و زمان و مکان طرح اطلاعات میدهند، در حالی که کمیته نقاب قرار نبود که تا زمان وقوع عملیات با بختیار تماس بگیرد. آقای بنی صدر هم نقل میکند که تعجب اون بود که چطور برخی از افراد کودتاگر به راحتی و باز گزارش های خود را از طریق تلفن به پاریس ارسال میکردند. به نظر شماری از مسئولین نقاب، نه همه آنها، شاپور بختیار استخبارات عراق را در جریان کودتا قرار داد و استخبارات عراق خبر کودتا را به مقامات ایران داد. درست پنداشتن این یا اون ادعا کافی نیست، مهم اثبات پذیری و مستند بودن آن است. واقعش برخی وجوه ماجرای کودتای نوژه همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. در پاسخ به این پرسش که چرا دکتر شاپور بختیار پیش از عملیات سه بار میره و با صدام ملاقات میکنه، یکی از نزدیکان ایشون تعریف کرده خب دکتر شاپور بختیار هم این خبر را شنیده بود، آنالیز کرده بود که جنگ روی خواهد داد بین دو کشور، رفته بود بگه که جنگ درست نیست و بگه ما خودمون عملیات میکنیم. البته من نمیدونم اگر این اخبار واقعی هست چرا بعد که رژیم عراق عوض شد امثال مالکی اومدن زمامدار اون کشور شدن و خیلی اسناد را راجع به گروه های دیگه، مثلا ملاقات حبوش رو با مسئولین مجاهدین اسنادش رو منتشر کردن، فیلماش رو گذاشتن، چرا اگر این چیزا واقعیه اسنادش رو ندادن به رژیم جمهوری اسلامی؟ چون اگه دادی بودن حتما منتشر میشد. همچنین این که گفته میشه که دولت اسرائیل یک کشتی اسلحه قرار بوده بده به افراد عمل کننده در کودتای نوژه. من نمیدونم اینا چقدر واقعی است. صرفا اون چیزهایی رو که شنیدم که مربوط میشه به عملیات شاهرخی برای شما میگم. از چه کسانی شنیدم؟ از کسانی که نزدیک بودن به دکتر شاپور بختیار. جدا از اخبار روزنامه ها در اون ایام،
اظهارات کسانی که دستگیر و تیرباران شدند، محمد مهدی حیدری، ناصر رکنی، سیروس ستوده، محمد رضا زاد نادری، غلام حسین قایقور، امید علی بایری، آیت محققی در دادگاه حکومتی و بخشی از اوراق بازجویی اونها در دسترس است. امثال رئی شهری و دیگر بازجویان و قاتلان نیز کم و بیش به واقعه مزبور اشاره کردند و نیز کسانی که ربطی به رژیم ندارند، از جمله گازایورسکی، ابوالحسن بنی صدر، خلبان خسرو بیت اللهی، ناصر انقطاع، عباس میلانی و دیگران. من نیز در خاطرات خانه زندگان به این موضوع اشاره کردم. به روایت رسانه‌های حکومتی، سرهنگ ژاندارمری محمد باقر بنی عامری با نام‌های مستعار احسان و امید که با ارتش بود اویسی همکاری داشت، طراح اصلی کودتای نوژه بود و من اضافه می‌کنم سرهنگ بنی عامری و سرهنگ عطاالله بای احمدی. سرهنگ بنی عامری در اسفند 1358 پس از سفری مخفیانه به پاریس و دیدار با دکتر شاپور بختیار، فرماندهی بخش نظامی عملیات نقاب را بر عهده گرفت و سپهبد سعید مهدیون، فرمانده سابق نیروی هوایی و سرتیپ آیت محققی، هم در آن نقش برجسته داشتند. علی‌رغم حضور این دو امیر ارتش و اینکه از لشکر 92 دو تا سه مسئول در رده معاون لشکر و فرماندهی تیپ ها، همچنین از لشکر 1 و 2 گارد یکی دو معاون در این امر دخیل بودند، به دلایلی مانند اینکه سرهنگ بنی عامری از دیگر افراد گروه قدیمی تر بود یا اینکه ابتکار عمل را زودتر به دست گرفته بود و روابط نزدیکی نیز با نظامیان دیگر داشت، همچنین شاید سفارش از بالا، او توانست خود را به عنوان فرد محوری و رهبر عملیات تثبیت کند. در آغاز قرار بود عملیات از فرودگاه مهرآباد تهران انجام بگیرد، اما در پی صحبت‌های مستدل مهدیون و محققی با سرهنگ بنی عامری و مهندس پرویز قادسی، سرگرد سابق و از هواداران شاپور بختیار که نمودار سازمانی کودتا را تهیه کرده بود، با صحبت‌های مهدیون و محققی با آنها نقشه‌ها به پایگاه شاهرخی منتقل می‌شود. به روایت دستگیر شدگان، در پی این انتقال عناصری که در پایگاه شاهرخی مسئول بودند دست به کار شدند و نیروی هوایی از هر نظر آماده شد. نیروی زمینی هم خودش را آماده کرد و واحدهایی که باید رادیو تلویزیون را تصرف کنند هم حاضر بودند. حتی اعلامیه‌هایی که باید بعد از تصرف از رادیو تلویزیون پخش شود نوشته شد. 53 هواپیمای فانتوم و حدود 40 خلبان آماده عمل شدند. گفته می شود قدرت آتشی که قرار بود به کار رود بسیار زیاد بود. فقط 3 فروند هواپیمای فانتوم مجهز به موشک و بمب‌های خوشه‌ای برای کوبیدن جماران اختصاص داشت. مناطق سپاه پاسداران در سعدآباد و لویزان، مجلس شورای ملی سابق و خلاصه هر جا که سپاه مستقر بود زیر بمباران شدید قرار می گرفت. رادیو تلویزیون پشت سر هم گزارش می داد با تهمین در بازجویی به همکاری خود با شاپور بختیار اعتراف کردند. هدف نخست کودتا حمله هوایی به منزل حضرت امام خمینی در تهران و از بین بردن ایشان و سپس حمله به برج مراقبت فرودگاه مهرآباد بود.
همچنین شکستن دیوار صوتی توسط هواپیماهایی که کودتاگران در اختیار داشتند، به این منظور که برتری نظامی خودشون را به رخ مردم کشیده ایجاد رعب و وحشت کنند. در پیامد کشف کودتا، تیمسار مهدیون، تیمسار آیت محققی، سرگرد فرخزاد جهانگیری، سروان بیژن ایران نژاد، ستوان ناصر رکنی، استوار محمد مالکی، همافر یوسف پوررضایی و خیلی های دیگر، حدود 144 نفر تیرباران شدند. بنابر اون چه از باجویی اعدام شدگان از جمله ناصر رکنی در دست است، عمرایی که با کودتا همکاری میکردند میگفتند تا زمانی که سیاست خارجی موافق نباشد ما موفق نخواهیم شد. تیمسار مهدیون اصرار داشت شواهدی به دست بیاورد که دولت‌های خارجی حمایت میکنند. تیمسار محققی عقیده داشت که اگر تمام کشورهای اروپایی موافق باشند ولی انگلستان مخالف باشد، یک روز هم به کودتا مانده باشد، مامورینشون به داستان پی برده و به عوامل جمهوری اسلامی اطلاع میدهند و ما از بین میرویم. بنی عامری جواب میداد تمام کشورهای خارجی پشتیبانی میکنند و اینها به توافق ضمنی رسیدن برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. بنی عامری حتی پای دول شرق را هم به میان کشید و گفت با دولت روسیه به توافق رسیده ایم، به شرط اون که استانهای شمال ایران آرام باشد و اونجا سر و صدایی نشود. دولت‌های خارجی به ما اطمینان دادند که شما وارد عمل بشوید تا دو ساعت بعد اگر احساس کردید که دارید شکست می‌خورید اطلاع بدهید، ما وارد کار می‌شویم. اسامی جانباختگان تا اونجا که من اطلاع دارم: نظامیان، سپهبد خلبان سعید مهدیون، سرتیپ خلبان آیت محققی، سرهنگ خلبان داریوش جلالی، سرهنگ چترباز محمد رضا زاد نادری، سرهنگ حسین مصطفوی قزوینی، سرهنگ احمد آزموده، سرهنگ منوچهر صادقی، سرهنگ علی قاریا، سرهنگ رحمت الله خلیفه بیگی، سرهنگ شهربانی سعید امیری، سرهنگ امیر خسرو زرینه، سرهنگ هادی ایزدی، سرهنگ هادی وحدتی پور، سرهنگ فریدون افشار، سرهنگ شهربانی غلام علی وارستپور، سرگرد خلبان فرخزاد جهانگیری، سرگرد خلبان ایرج سلطانی جی، سرگرد حسین گوهری، سرگرد کاووس علیزاده، سرگرد کوروس آزرتاش، سرگرد زرهی سیروس ستوده، سرگرد ایرج خلف بیگی، سرگرد محمد حسین عزیزیان، سرگرد اسماعیل نوری مقدم، سرگرد چتباز محسن جلالی قاجار، سرگرد محمد هاشم صبوحی مقدم، سرگرد بهمن پرتوی، سروان خلبان محمد ملک، سروان خلبان محمد بهروزفرد، سروان خلبان کریم افروز، سروان خلبان الیسخر سلیمانی، سروان خلبان امید علی بویری، سروان علی حیدر آریانا، سروان خلبان ناصر زرندی، سروان خلبان علی شفیق، سروان هوایی هرمز زمانپور،
سروان اسماعیل اصغری، سروان سیروس دهقان، سروان غلامرضا ثابتی آزاد، سروان زرهی محمد براتی، سروان فضل الله رئیسی، سروان فنی هوایی بیژن ایران نژاد ثابت، سروان نورالله نجف نژاد، ستوان خلبان محمد مهدی عظیمی فر، ستوان خلبان نجات یحیی، ستوان خلبان محمد علی ثقفی، ستوان خلبان حسین شکری، ستوان ابراهیم استاد محمد نظری، ستوان محمد تقی تاجداری، ستوان ناصر مروتی، ستوان محمد رضا جوادی، ستوان هوایی جعفر راسکو، ستوان ایوب حبیبی، ستوان خلبان ناصر رکنی، ستوان یار منوچهر رهبری نژاد، ستوان یار سوم اصغر الماسی، ستوان یار سوم چتباز فریدون جواهرنیا، ستوان یار حسین حالکی، ستوان یار شکرالله احمدی، ستوان یار چتباز فیروز آذریان، ستوان یار چتباز محرم علی زاهدی، ستوان یار محمد رضا قربان نجف آبادی، ستوان یار سیاوش پور فهمیده، ستوان یار رسول یحیی پسند کوچانی، ستوان یار محمد علی فرزام، جلال اصغری افسر هوایی، همافر یوسف پور رضایی، همافر جعفر مظاهری کاشانی، استوار چتباز مشتبه مرادی، استوار مراد عینی، استوار ابراهیم جوارزاده، استوار چتباز حسین کاظمی، استوار چتباز حسین کریمپور تاری، استوار چتباز محسن اصغریان، استوار چتباز سید قاسم نقیبزاده، استوار جمشید بختیار، استوار منصور ساجدی، استوار علی اکبر ایوززاده، استوار محمد علی مهرابی، استوار یکم عبدالعلی سلامت، استوار ایرج مرودشتی، استوار محمد بهرامی، استوار حبیب الله احمدی، استوار ایرج درخشنده، استوار خلیل عطری، استوار محمد حسین فرنژاد، استوار جهانگیر فاتح فیروز، استوار اسدالله علیپور کرباسدهی، استوار غلام حسین قایقور، استوار علی اصغر وظیفه سالاری، استوار لطف علی لطف اللهی، استوار خداداد رحمتی، استوار چتباز غلام حسین همدانی، استوار محمد مددی فر، استوار منوچهر فتاحی نودهی، استوار پیر علی زنوری، استوار عباس روحبخش، استوار جمشید رنجبر، استوار محمد تقی خاتون آبادی، استوار عنایت الله آزاد یگانه، استوار جهانبخش فاتح جو، استوار علی دریایی، استوار محمد یا مجید آبدینی مقدم، استوار صدرالله همتی فراهانی، استوار محمد جواد میرلکی، استوار قاسم فقیه‌زاده، استوار علی کمپانی، استوار محمد تقی تبریزی، گروهبان شمس علی کریمیان، گروهبان چتباز علی سعادتی، گروهبان محمد حکیم آباچی، گروهبان محمد باقر افتخاری، گروهبان سیاوش نوروزی، گروهبان احمد محمدی، گروهبان علی مرواریدی، گروهبان محمود کیانیفر، گروهبان منصور کسیرلو، گروهبان مرتضی فرحپور، گروهبان محمد حکم‌آبادی، خلیل خباز هاشمی،
مصطفی حجازی، محمد رسول ابریشمچی، محمد تیغتیز، خسرو محمدی کوبایی، غلام حسین خرقانی خوب، علی سرباز دریایی. و اما غیر نظامیان: قمرالملوک مریم حجازی، کارمند نیروی زمینی ارتش. بیبی نیکبخت، 67 ساله، مادر ستوان هوایی ناصر رکنی. دکتر مجید وصالی، داماد بیبی فرح نیکبخت. اکرم بای احمدی، خواهر سرهنگ عطاالله بای احمدی. شهریار نور، حسین کریمی. منوچهر کریمی، مسئول کارخانه کنسرو سازی آیدا. ابراهیم کریمی، کارمند بیمه. جعفر همتی، سیاوش همتی، مرتضی سلطانی، جلیل سلطانی، علی رحم صالحی، رضا صالحی، داریوش آتش برو، کارمند شرکت نفت. محمد هارونی، کارمند آتش نشانی. عبد محمد هارونی، مغازه‌دار. حمید شمالی، اسماعیل عزت شیرازی، حسن دری، ذبیح الله مؤمنی، کارمند شرکت گردون. حسین آبدینی، تاکسیدار. محمد علی آسانگشای، مکانیک بود. عباس یا محمد محبی، رضا مرزبان. ابوالقاسم خادم آبادی. امیر هوشنگ اسفندیاری. بهروز مشکینی گیلانی. رحمان آرمین. سیف الله شاهنده آشتیانی. سیاوش مومزایی، مغازه‌دار. پرویز بیانی. مرتضی سوهانکی. داوود دریانورد. محمد ده پهلوان، پزشیار. کمال سامع. رحمان مجاور صوفی. خلیل درویش. محمد کریم رکنی والا. ابراهیم ستوده. ابراهیم بیگلری. و اصغر آلاوردی که خیاط بود. شنیدم که چندین و چند روز بعد کسانی رو در پایگاه شاهروخی دستگیر میکنن. کسی که اینا را شهر میداد میگفت این خودش نشون میده که اونا، لااقل این افرادی که چند روز بعد دستگیر شدن، نمیدونستند قضیه چیست، اگر نه فرار میکردند، میرفتند. چرا باید بمونن اونجا؟ یکی از آشنایان نزدیک سروان خلبان، کریم افروز، تعریف میکنه که او تیرباران شد. سروان کریم افروز رو تیرباران کردن. او میگه اگر افروز میدونست حتما و حتما به من که نزدیکترین دوستشم میگفت. اون خلبان میگه. البته همه اینها میتونه به خاطر رعایت مسائل امنیتی هم باشه. من فقط اون چرا شنیدم که مربوط میشه به عملیات نقل میکنم. اضافه کنم که بعدها سوم دی 1364 سرهنگ هادی عزیز مرادی در استانبول ترور شد. همچنین خرداد سال 1368 سرهنگ عطاالله بای احمدی در دبی. گفته می شود سروان حمید نعمتی را هم از قبرس ربودند و بعدها در زندانهای جمهوری اسلامی زیر شکنجه جانباخ. البته پیرامون وی، حمید نعمتی، حرف و حدیث کم نیست. سهراب هلاکویی باغ بهادرانی هم با اسیرکشی سال 67 به دار کشیده شد. او هوادار دکتر شاهپور بختیار بود.
سخنان تیمسار آیت محققی در دادگاه. اون چه قرائت میکنم پرسش و پاسخ و متن پیاده شده یکی از نوارهای منتشر شده است. سوال: ممکن است جریان طرح توطئه را به طور کلی تشریح کنید و همچنین نقش خودتون را در آن و اینکه در آن روز در روز اجرای طرح چه تماس هایی را انجام دادید؟ صدای محمدی ری شهری است که میپرسد. پاسخ: فعالیت ما تا اونجا که میدانم از اول اردیبهشت ماه سال 59 شروع شد. شاید هم قبلا فعالیت هایی در این زمینه صورت گرفته بود که اطلاعی از آنها ندارم. علت شرکت من در این فعالیت ها نارضایتی از وضع کشور بود، برای اینکه مملکت به طرف سقوط میرفت. اوائل اردیبهشت ماه یکی از افسران نیروی هوایی به منزل من آمد و گفت آمدم وضع کشور را برایت تشریح کنم. بعد از اون خودت میدانی، میخواهی با ما دست همراهی بده، میخواهی نده. اسمش را میگویم برای اینکه میدانم بازداشتش کردید و تکلیف او هم مثل من معلوم است. نامش ستوان ناصر رکنی بود. چند روزی فکر کردم شاید قصد امتحانی در کار باشد، به این جهت دخالتی نکردم، ولی بالاخره بر اثر صحبت‌های مکرر وارد عمل شدم. او شما را با رده‌های بالاتری ربط نداد؟ چرا؟ ولی من گروه‌های دیگری را که غیر نظامی بودند، چون در مرحله عمل کار تخصصی و مسئولیتشون سوا بود، نمی‌شناختم و نمی‌بایستی هم دیگر را بشناسیم. من فقط با یک نفر به طور مستقیم ملاقات داشتم. اسمش چی بود؟ او را فقط به نام قربان می شناختم، ولی دیگران را نمی شناختم. گروه بندی ها به چه صورت بود؟ تا اونجا که می دونم یک گروه نظامی بود، یک گروه سیاسی، یک گروه شبه نظامی. گروه نظامی خودش به عملیات هوایی و عملیات زمینی تقسیم می شد. طرح کلی کار چی بود؟ اول صحبت از این بود که فرودگاه مهرآباد را تصرف کنیم و کار را از اونجا شروع کنیم، ولی من از همون اول گفتم که مهرآباد جای شلوغی است و اگر بخواهیم اون را حفظ کنیم باید آدم کشی بکنیم یا از داخل قوی باشیم. ولی نیت ما مطلقاً این نبود که آدم کشته شود. از همون وقتی که صحبت از قیام شد ما بر این توافق داشتیم که تا آخرین حد امکان نباید خونی از مردم بیگناه بر زمین ریخته شود. تا آخر هم بر این توافق بودیم. به این جهت بود که قرارگاه محفوظ و بیرفت و آمدی چون شاهرخی را انتخاب کردیم. ولی آقای حیدری غیر از این میگویند. یعنی میگویند که قرار بود پایگاه شاهرخی به عنوان پایگاه مادر مورد استفاده واقع شود. من این آقای را که اسمی بری نمیشناسم. فکرم میکنم اگر در زمینه تخصصی خودش اظهار نظر بکند بهتر باشد. به هر حال از نظر فنی پایگاه مادر فقط میتوانست مهرآباد باشد. پایگاه کوچک شاهرخی چنین امکانی را نداشت. پس دلیل انتخاب اون چی بود؟ مگر نشنیدید آقا؟ گفتم که دلیل این انتخاب این بود که آدم کشته نشود، یا هر قد ممکن است کمتر کشته شود. اما در بمباران‌های شما که مردم کشته می‌شدند؟ نه آقا، ما جاهایی را در برنامه بمباران داشتیم که مردم عادی در اون جاها نبودند. ولی به هر حال تهران بمباران می‌شد. بازم نه آقا، تهران جز مناطق مورد هدف ما نبود، قرار نبود بمباران شود. توضیح بدید که چگونه عمل می‌کردید. فرمانده ای عملیات هوایی را خود من به عهده داشتم، زیرا مقام ارشد من که تیمسار مهدیون بود در عملیات هوایی شرکت نمی کرد. برنامه ما این بود که پایگاه شاهرخی گرفته شود و من مثل روزهای دیگر که سر کارم می رفتم بروم تا ماموریت‌های عادی هر روزه را انجام دهم.
ولی اضافه بر اون مأموریت های دیگری را هم انجام بدهم، یعنی بمباران تهران را هم. نه آقا، نه بمباران تهران را، بمباران جماران را. اگر قرار بود تهران را بمباران کنم چنین مأموریتی را قبول نمی کردم. ملت ایران برای من یعنی مادرم، یعنی خواهرم، یعنی فرزندم، یعنی اقوامم. من مادر کش و پدر کش نیستم. هیچ کس دیگر از ما نیز ملت کش نبود. من اونجایی را که باید بمباران کنم بمباران می کردم. منزل امام در طرح نبود؟ البته که بود. زدن منزل امام با سوپرسونیک اساس طرح بود. بمباران پلی که وسایل موتوری از روی اون رد می شدن نیز در طرح بود. به فرض اون که لازم می شد پل سفید رود هم در طرح بود. بعد از این که شما تصمیم به اجرای طرح گرفتین چه فعالیتی انجام دادین؟ اصولا هر کدام از ما 3-4 نفر رو بیشتر نمی شناختیم. به این علت که اگر یک نفر از ما گیر افتاد افراد دیگر را زیر شکنجه لو ندهد که همه گیر بیفتن، اونطوری که متاسفانه شد. اما کار خود من چی بود؟ همونطوری که گفتم ما ساعت 7 صبح چهارشنبه حرکت کردیم. وعدگاه ما در بلوار الیزابت بود. قرار بود مستقیما از خانه های خودمون به اون محل برویم، ولی در اونجا به ما خبر دادن که تحت نظر و مراقبت هستند و بهتر از هر چه زودتر متفرق شوید. معلوم شد که در ساعات شب ترلو داده شده است. شماها چند نفر بودید؟ حدساً 20 نفر. ولی بعداً به علت اینکه ماشین پاسدارها رسید از هم جدا شدیم. با وجود این به کلی دست از اجرای برنامه بر نداشتیم. با یک اتوبوس ایران پیما که از راه رسید حرکت کردیم. تصمیم داشتیم به طرف شاهرخی برویم و در صورتی که چراغ سبز گرفتیم وارد پایگاه شویم. تا کجا رفتید؟ تا سراح شاهرخی. ولی مراقبت خیلی زیاد بود. پیدا بود که کار خراب شده است. رفتیم 10 کیلومتر دورتر دم پمپ بنزین، ولی هیچ کاری انجام ندادیم، زیرا قدم به قدم راه ما مسدود شده بود و پاسداران همه جا بودند. بیان که پیاده بشویم به تهران برگشتیم. به ناصر رکنی گفتم نمیدانم کی تو را خواهم دید، ولی قرار را برای ساعت 10 صبح در محل تقاطع خیابان پهلوی و بزرگراه مدرس بگذاریم. رکنی به این قرار نیامد، اما من به تیمسار مهدیون تلفن کردم و با ایشان ملاقات خیلی مختصری کردم. نظر او چی بود؟ اصلا اطلاعی از اون چی در ساعات آخر گذشته بود نداشت. خیال میکرد موفق شدین. آقا من که غیب نمیدانم، وانگهی همه حالا به شما گفتم که او خبری از اون چی اتفاق افتاد نداشت. در ملاقات های قبلی مطرح نشد که کمک های لازم برای اجرای این طرح از کجا باید برسد؟ یک بار ایشان گفت که اشخاص وطن پرستی که مجبور به ترک وطن شدن این پول را تأمین می کنن. نمی تونین تاریخ آخرین جلسه را بگید؟ حدود 22-23 روز پیش بود، ولی به طور دقیق یادم نیست. میخواستیم به طور روشن بدونیم که چه کار میخواییم بکنیم، زیرا من و تیمسار مهدیون هیچ کدام نمیخواستیم آدم بکشیم. آیا میپذیرید که اکثریت مردم ایران امام را میخواهند و فدایی او هستند؟ آقا فکر میکنم حتی یک نفر از ما نه شخص امام را از نزدیک دیده بودیم و نه با او حساب شخصی داشتیم. راستشو بخواین خود من از یک جهت برای او احترام خاصی هم داشتم، برای اینکه آدمی بود که حرفشو عوض نمی کرد و پای گفتهاش خواه صحیح خواه غلط مردانه ایستاده بود. دلم میخواست خیلی از اونهای دیگر من جمله خودم یک جو از این قاطعیت رو داشتیم، ولی موضوع برای ما موضوع شخص خمینی نبود، موضوع مملکت بود، موضوع ملت بود، موضوع پرنسیب بود.
و در این مورد ما حق فرار از مسئولیت نداشتیم. چطور میگویید برای امام احترام داشتید و بازم میخواستید خانه‌اش را بمباران کنید؟ گفتم که ما میخواستیم یک سیستم را بمباران کنیم و این سیستم از اول تا آخرش به او بستگی داشت. اگر شما همونطور که گفتید حاکم شهر هستید، بهتر است این سؤال را به عوض من از خودتون بکنید. یک سیستم معمولا به جایی بسته است، چه از نظر نفوذی، چه از نظر کلامی یا شخصیتی یا مقامی. خب امام شخصیت اول سیاسی این سیستم بود، ما فقط با از میان بردن او میتوانستیم سیستم را از میان ببریم. یعنی حاضر بودید چنین بزرگواری رو بکشید؟ فکر میکنم توضیح بیشتری نداشته باشم که بدم. خیال میکردید اگر منزل امام رو میکوبیدید اکثریت مردم چه میکردن؟ یادم هست که در یک بازجویی قبلی به شما گفته بودم که ممکن بود در 2 ساعت اول حد اکثر 20% از ارتش یا مردم از ما حمایت کنن، ولی بعد از 2 ساعت اول حداقل 40% حمایت خواهند کرد، تا غروب 80% و تا صبح روز بعد احتمالاً 100%. شنوندگان محترم، در بحث پیرامون عملیات شاهرخی، قیام نقاب موسوم به کودتای نوژه، نکاتی را فراموش کردم بیان کنم. 1. در حالی که بیش از 40 سال از آن واقعه می گذرد، هنوز کسانی سرتیپ آیت محققی را با سپهبد احمد علی محققی، آخرین فرمانده ژاندارمری کل کشور در زمان شاه، یکی میگیرند و این گزاره غیر واقعی را در یوتیوب هم تکرار میکنند و در کلاب هاوس، که به راستی تأسف برانگیز است. سرتیپ خلبان آیت محققی که قهرمانانه رو در روی امثال ری شهری ایستاد، 29 سال در رسته خلبانی در نیروی هوایی شاهنشاهی پرواز کرد. او فرمانده پایگاه 1 شکاری مهرآباد و از اعضای تیم آکروجت تاج طلایی بود. وی زاده تهران بود و 28 تیر 1359 برگبار بسته شد. اما احمد علی محققی متولد بادرود شهرستان نطنز بود و اردیبهشت 1388 درگذشت. دوم، اگر 3 معیار اصلی زیر را برای بررسی موفقیت یا ناکامی یک عملیات، هر عملیاتی در نظر بگیریم، به نتایج قابل تأملی میرسیم. 1.
میزان برآورده شدن اهداف تعیین شده. 2. میزان تلفات انسانی. 3. تأثیر اون عملیات بر روند رویدادهای بعدی. خب، به هر دلیل از جمله لو رفتن عملیات و نفوذ در آن اهداف تعیین شده محقق نشد و با سرکوب روبرو گشت. تلفات انسانی هم کم نبود. تأثیر اون که البته ربطی به افسران شجاع که با انگیزه های میهنی قدم به صحنه گذاشتند ندارد، ضربه مهیبی بود که ارتش خورد و آثار زیانبارش را در جنگ 8 ساله دیدیم. البته افسران از جان گذشته‌ای که بیشترشون دستگیر و اعدام شدند، میهن خود را همانطور که گفتم دوست داشتند و وقتی آتش جنگ زبانه کشید، چند نفر که در زندان بودند حق گرفته بودند، داوطلبانه به جبهه رفتند و جان باختند. سوم، این گزاره که افسران شرکت کننده در عملیات برای حضور در عملیات شاهرخی کودتای نوژه پول گرفتند واقعی نیست، منصفانه هم نیست. این داوری خلبانانی که حقوق ماهیانه و مزایای کافی داشتند نیازی به پول صدام و غیر صدام نداشتند. البته دکتر شاپور بختیار کمک این یا اون کشور عربی رو برای مبارزه با حکومت انکار نمی کرد و چنان که گفته می شود اگر 30 میلیون دلار کمتر یا بیشتر گرفته شده و کسانی می گویند ما در نقاط مرزی ایران بسته های آماده اسکناس را، بسته های 10,000 تومانی اون وقت یا خیلی بیشتر را اینجا و اونجا دیدند، اینا ربطی به افسران شجاع ایران ندارد. چهارم، البته و صد البته در کودتای نوژه هر کشوری، هر رژیمی میخواست ماهی خودش را بگیرد، سنگ خودش را به سینه بزند، کشمالک خودش را پر از شیر کند. به ویژه عراق با زمامدارانی مثل صدام که نقشه ها در سر داشت. از زمان به قدرت رسیدن حزب بعث در عراق در سال 1968 میلادی، 1347 خورشیدی، عراقی ها رؤیای رهبری جهان عرب را در سر می پروراندند. از سال 1352 تا 59 درآمدهای نفتی عراق افزایش یافت. این موضوع به اون کشور کمک میکرد تا خلأ ناشی از مرگ جمال عبدالناصر در صدر رهبری عرب را پر کند، به خصوص که مصر پس از پیمان کمپ دیوید در اواخر شهریور سال 57 به امضا رسید. به خصوص که مصر پس از پیمان کمپ دیوید نفوذ خود را در میان عرب از دست داده بود. همونطور که گفتم در پس و پیش این عملیات، عملیات شاهرخی، هر رژیمی از عراق گرفته تا اسرائیل کشمالی خودش را میخواست پر از شیر کند. این چه ربطی دارد به افسران دلیری که با انگیزه های میهنی در اون عملیات از جان خود گذشتن؟ پنجم، 15 اسفند 1353، 6 مارس 1975، پادشاه ایران و صدام حسین با میانجیگری هاوری بومدین دیدار نمودند
و قرارداد الجزایر، یا بهتر است بگویم الجزیره. قرارداد الجزایر که خط مرزی ایران و عراق در آبهای اروندرود را تعیین کرده است در دستور کار قرار گرفت. در این معاهده مرز دو کشور در اروندرود بر پایه خط تالوگ تعیین شد. طرفین توافق کردند که دریانوردی در اروندرود مشترک باشد. کشتی های دو طرف و همچنین کشتی های دیگری بتوانند رفت آمد کنند. اما بعدها صدام دبه در آورد و خواهان تجدید نظر در قرارداد الجزایر شد. در تبلیغات عراق آمده بود که نظام بعثی از همان ابتدای انعقاد قرارداد الجزایر خود را مقبول می دیده است. ششم، عراق از زمان عبدالکریم قاسم خوزستان را بخشی از اون کشور می دانست و از حرکت‌های تجزیه طلبانی در اون ناحیه حمایت می کرد، حمایتی که با قرارداد الجزایر برای مدتی متوقف شده بود، ولی تحرکات تحریک‌آمیزی مانند نمایش نقشه منطقه که در آن خوزستان عربستان نامیده شده، نوشته شده و بخشی از خاک عراق بود، از تلویزیون بصره ادامه داشت. رژیم عراق شهرهای خوزستان را به عربی نامگذاری کرده بود، از جمله سوسنگرد به خفاجه، خرمشهر به محمره، آبادان به عبادان و استان خوزستان به عربستان. هفتم، صدام بعد از انقلاب 1357 در ایران متوجه خلأ ناشی از سقوط شاه به عنوان ژاندارم خلیج فارس شده بود و تلاش داشت تا بازیگر صحنه باشد، اما برای این کار نیاز به مرز آبی کافی و تسلط بر خلیج فارس داشت. به نظر می رسید که باور عمومی در میان مقامات عراق این بود که پس از انقلاب اون کشور ما دچار ضعف شده و برای عراق فرصت مناسبی فراهم آورده تا توازن قبلی قوا در خلیج فارس را با یک حمله نظامی برهم بزند. هفتم، از 22 بهمن 1357 تا نیمه های دوم سال 1358 ارتش ایران وضع مناسبی نداشت، به ویژه که بیشتر گروه های سیاسی خواهان انحلال اون بودند و دم از ارتش خلقی و ارتش بی طبقه توحیدی می زدن. پادگان ها در ایران به هم ریخته بود. مدت سربازی از 2 سال به 1 سال کاهش یافته بود. در پادگان ها خیلی ها سر پست حاضر نمی شدن. ارتش حدود 1 سال آموزش ندیده و تعمیر و نگهداری انجام نشده بود. در اول انقلاب هرم فرماندهی ارتش عمرایش سر بریده شد و امثال نادر جهانبانی مؤسس تیم آکروجت طلایی را تیرباران کردند. بعد از اون هم حدود 13,000 افسر ارشد را، چنانچه شنیدم و گفته می شود، برکنار کردند که بسیاری از آنان شجاع، میهندوست و کاردان بودند. در ایامی که صدام برای حمله به میهن ما کفش و کلا می کرد، 45 روز مانده به جنگ، 19 افسر ارتش در میدان صبحگاه لشکر 92 زرهی اهواز تیرباران شدند. این گونه وقایع از چشم صدام و کسانی که زیر پایش می نشستند و بعدن به عملیات شاهروخی کودتای نوژه هم چشم داشتند پوشیده نبود. اینا همه صدام را به حمله به ایران تشویق می کردند. هشتم، اواخر سال 1358 خرید 2,000 دستگاه تانک نفربر خاکی آبی
EE 11 یوروتا از برزیل توسط رژیم صدام گویای آن بود که او زمینه تدارک برای اجرای حمله نظامی خود به ایران را لااقل از این مقطع زمانی تحریزی کرده، از اواخر سال 58 خیلی پیش از عملیات شاهرخی کودتای نوشه. تانک های مزبور از نقطه نظر نظامی به منظور عملیات عبور دادن نیروهای نظامی از رودخانه کارون به خاک ایران بود. ظاهراً 31 شهریور سال 59 جنگ شروع شد. ظاهراً 31 شهریور 1359 که ارتش عراق از هوا و زمین به طور گسترده به میهن ما حمله کرد و با 12 لشکر وارد خاک ایران شد، ظاهراً از اون تاریخ شعله‌های جنگ زبانه کشید. اما خیلی پیشتر عراق مانورها و تمرینهایی را برای حرکت سریع یگانهای بزرگ در مسیر اروندرود شط العرب ترتیب میداد و مقادیر عظیمی ابزارالات و تمهیدات جنگی را در این منطقه جاسازی میکرد و مشغول اجرای طرحهای مهندسی نظامی بود که حمله به ایران را برایش آسان میکرد. مواردی که اشاره شد، برای چی اینا رو گفتم؟ این موارد نشون میده خیلی پیش از عملیات شاهرخی، پیش از کودتای نوژه، جنگ 8 ساله در تقدیر بود. متاسفانه در جنگ مزبور، جنگ ایران و عراق که طولانی ترین جنگ متعارف کلاسیک در قرن 20 بود، هر کسی کشک خود را میسابید. نهم، پیش از ورود آیت الله خمینی به ایران در مورد زدن هواپیمای ایشان، نظر دکتر شاپور بختیار این بود، نقل به مضمون، که نباید یک امام حسین دیگری بسازیم. من فایل صوتی مذاکرات را با اعضای شورای امنیت اون زمان در سایت خودم گذاشتم. نباید یک امام حسین دیگری بسازی. بسیار خوب. اما در عملیات شاهرخی، نقاب، نوژه، هرچه اسمش رو میخواییم بذاریم، بمباران جماران یکی از اهداف بود، نبود؟ بماند که در ایران واژه کودتا دافعه داشت، خیلی دافعه داشت، از جمله به دلیل اون چه در 28 مرداد سال 32 گذشت و نیز کودتای پینوشه در شیلی علیه آلنده که اون ایام مورد بحث بود. خیلی ازش نگذشته بود، از 1973. حالا ممکنه گفته بشه در هنگامه عملیات شاهرخی خیلی چیزا روشن شده بود که ابتدا روشن نبود. با ورود آیت الله خمینی به ایران، عمرای ارتش سربریده شده بود، خیلی ها پاکسازی شده بودند، بازخرید شده بودند، وضع کشور نابسامان بود و حق داشتند افسران میهن دوست که به فکر چاره باشند. نکته آخر، روایت‌های مختلفی از افشای عملیات شاهرخی کودتای نوژه وجود دارد و هر کدام به نظر من قطعات یا اطلاعات پازل را کنار هم قرار می‌دهد و از این جهت قابل تأمل است. حتی داستان سگی که پارس کردن او به گفته آیت الله خمینی، چون یک امداد غیبی باعث دستگیری عده‌ای می شود. من نمی دانم چقدر این موضوع واقعی است، ولی وقایع اتفاقیه گرچه همیشه با سلسله از علت و معلول همنشین است، همراه است، اما ممکنها و محتملها هم کانتینجنسی، اما ممکنها و محتملها نیز جای خود را دارد.
و گاه سرکنگبین صفرا می افزاید. قانونمندی ها به جای خود، ولی گاه رویدادهای عرضی و غیر منتظر، پیش بینی نشده، همه چیز را به هم میزند و از اتفاقات پیش برنده جلو میزنند. با این حال برخی وجوه ماجرای کودتای نوژه همچنان در حاله از ابهام باقی مانده و در باره تعداد افراد دستگیر شده و تعداد نفرات اعدام شده آمار خیلی دقیقی وجود ندارد. در رابطه با نقش برخی روحانیون مانند آیت الله محمد کاظم شریعت مداری در حمایت از کودتا هم سند خیلی مطمئنی در دست نیست، جز این گزاره یا اون گزاره که متهمین در دادگاه اشاره کردند و صحبت‌های امثال ریشهری. نقش کشورهای خارجی هم در طرح کودتا همچنان جای سوال دارد. خانم‌ها و آقایان محترم، از شما سپاسگزاری می‌کنم که وقت گذاشتید و به این بحث با همه نارسایی‌هایش توجه فرمودید. صادقانه بگم که من هوادار این جریان نبودم، اما تلاش کردم سایه روشنهای اونو ببینم. تا اونجایی که میدونستم و میتونستم از قضاوت ناحق بپرهیزم. بار دیگه از شما سپاسگزاری میکنم و سلام میکنم به همه کسانی که با انگیزه های پاک میهنی برخواستند، جان خود را از دست دادند.